کتاب تلوس فصل پنجم، مترجم مریم، کانال سوفیا ساناندا. به روز رسانی ظهور. بسیاری از شما قبلا می دانید که تعداد زیادی از ما در حال برنامه ریزی برای ظهور در زمانی هستیم که تعداد زیادی از شما آماده و مایل به پذیرایی از ما همراه با آموزه های ما باشید. خوشحالیم که دوباره با همه شما رو در رو ارتباط برقرار می کنیم و همه آنچه را که می دانیم به شما آموزش می دهیم. ما به شما یاد خواهیم داد که چگونه برای خود و عزیزانتان درست در جایی که هستید یک زندگی جادویی بسازید. ما از شما می خواهیم که در گسترش آگاهی از حضور ما در کوه شستا به همه کسانی که آگاهی آنها آماده دریافت این اطلاعات است کمک کنید. برای حمایت از ظهور ما به سطح هر کاری می توانید انجام دهید و این قول من است که هرگز پشیمان نخواهید شد. ما متوجه شده ایم که بسیاری از شما می خواهید زمان و تاریخ را بدانید. برخی از شما بیتاب هستید. از شما می خواهیم بفهمید که زمان ظهور ما به ما بستگی ندارد. ما آماده ایم. این جمعیت سطح و جمعی است که هنوز آماده پذیرش ما نیست. بیرون آمدن پیش از زمان موعد هدف از ظهور ما را شکست می دهد و شکست های قطعی ایجاد می کند. سوال: برای بیرون آمدن شما چه چیزی از ما خواسته خواهد شد؟ اول از همه عشق و ضریب نور جمعیت سطح را رصد و ثبت می کنیم. سطح شفقت و گشایش قلب جمع را اندازه می گیریم. در این زمان حدود 65% است. برای پیوستن ما به شما به درصدی در حدود 90% نیاز داریم. این تنها یکی از عواملی است که ما بررسی می کنیم. چندین مورد دیگر نیز وجود دارد که ما آنها را بسیار مهم می دانیم. همچنین به سطح آگاهی و تکامل جمع و آگاهی از ارتعاشات بالاتر عشق و تمایل به زندگی به عنوان موجودات الهی نیز بستگی دارد. شما اکنون وارد ماجراجویی بزرگ عروج شده اید. کسانی که می توانند در دهه آینده روی این سیاره بمانند، کسانی هستند که مسیحیت و الوهیت خود را پذیرفتند. رویدادهای شخصی و سیاره‌ای به مربیان شما تبدیل خواهند شد تا در این مسیر به شما کمک کنند. پس از میلیون‌ها سال تکامل در این سیاره، مادر زمینی ما انتخاب کرده است که در تکامل شخصی خود حرکت کند و آنهایی از بشریت را که آماده انجام همان انتخاب هستند با خود همراه کند. و در نتیجه انتخاب او، خالق به زمین یک بخش عظیم از نور و عشق را داده است. سیاره شما در حال حاضر پر از انرژی‌های جدید است که مانند قبل نیست. این انرژی ها با گذشت هر روز از نظر شدت، سرعت و فرکانس افزایش میابند. 7 دروازه بزرگ از منبع خالق در سال 2002 باز شده است که سیاره شما را تا سال 2012 و بعد از آن به شدت متحول می کند. 100 سال دیگر سیاره شما به کلی دگرگون خواهد شد. هر یک از این دروازه ها شامل تعدادی دروازه و پورتال های فرعی است که همه شما باید از آنها عبور کنید تا به مرحله بعدی بروید. تا سال 2012 یا شاید کمی زودتر، بسیاری از آغازگران به یک واقعیت بعد پنجم، به دنیایی از جادو و بهشت هدایت خواهند شد. در مدت کوتاهی سیاره شما به اندازه متحول می شود که در مقایسه با استانداردهای زندگی فعلی شما تقریباً غیر قابل تشخیص است. شدت نور هر روز در حال افزایش است. این به شما در تحول بزرگی که برای عبور کردن از بزرگترین ماجراجویی های تمام عمرتان نیاز است کمک خواهد کرد. نکته اصلی این است که شما یا باید نور مسیحیایی خود را در آغوش بگیرید یا از این سیاره خارج شوید. برای این کار بیش از هر زمان دیگری به شما کمک خواهد شد. این معنای آمدن برای بار دوم است. تمام حیات روی زمین
به زودی به کمال اولیه‌ای که در آغاز خلقت او به او به آن عطا شده بود باز خواهد گشت. سیارات دیگری مانند زمین وجود دارند که مردم هنوز از جدایی از خدا و روش‌های خشونت بار لذت می‌برند. انتخاب‌های جدید زیادی برای روح‌هایی که تصمیم می‌گیرند عقب بمانند وجود خواهد داشت. این چه ربطی به ظهور ما دارد؟ برادران و خواهران عزیز، همچنان که شما با ما هستید، مشتاقانه منتظر همراهی شما هستیم. تا زمانی که اکثریت مردم این سیاره عشق، شفقت و بی‌آزاری را نسبت به همه اشکال حیات و همه پادشاهی‌ها نپذیرند، به سطح نخواهیم آمد. همچنین لازم است که درصد معینی از جمعیت که هنوز مشخص نشدند از ما آگاه باشند و از ظهور ما استقبال کنند. این دو عامل زمان ظهور ما و چندین ملاحظات دیگر را تعیین خواهد کرد. ما امیدواریم که تا سال 2006 یا 2007 یا اندکی پس از آن تغییرات مثبت کافی در قلب بشریت و در صحنه سیاسی رخ دهد که به ما امکان ظهور تعداد بیشتری را بدهد. ما می‌خواهیم به شما همراه با مادر زمینی خود در ادامه راه در روند صعودتان کمک کنیم. وقتی تاریخ ظهور را از ما می‌پرسید، با پرسیدن اینکه آیا هنوز شرایط لازم را دارید یا خیر، سوال را به شما برمیگردانیم. عزیزان، شما و مجموعه کی آماده پذیرایی از ما هستید؟ این واقعا به شما بستگی دارد که تکالیف خود را انجام دهید و خود و دیگرانی را که آماده تجربه عالی ظهور ما در میان شما هستند را آماده کنید. سوال: آیا برنامه اضطراری یا نقشه اضطراری دارید؟ بله، داریم. ما یک طرح ظهور داریم که باید فاش نشده بماند. طرحی که به صورت مخفیانه آشکار خواهد شد. در ابتدا در جاهای مختلف مخفیانه با گروه‌های کوچکی از مردم ملاقات خواهیم کرد تا به آنها آموزه‌های مستقیم و انتقال عشق و انرژی من را بدهیم. سپس این گروه‌های کوچک بیرون می‌روند و آموزه‌های ما را به دیگرانی که آماده و مایل به شنیدنش هستند منتقل می‌کنند. همانطور که افراد بیشتری برای ملاقات با ما آماده می شوند، دایره گسترش می یابد و به تدریج به گروه های بزرگتری تبدیل می شوند. با افزایش این شتاب تعداد بیشتری از ما برای کمک به میدان خواهیم آمد. هنگامی که تعداد زیادی از این گروه ها در سراسر سیاره تشکیل شدند و اعضای آنها به عهد خود با ما وفا کردند، ما به تدریج به افراد بیشتری اجازه می دهیم که مستقیما با ما ملاقات کنند. تا زمانی که ما کاملا در میان شما ظاهر شویم. همچنین ممکن است شما را خوشحال کند که بدانید چندین نفر از افراد ما در حال حاضر کارهای شگفت‌انگیزی را در ابعاد شما انجام می‌دهند تا راه را آماده کنند. هیچ یک از آنها هنوز اجازه ندارند خود را برای مردم سطح معرفی کنند. آنها در اینجا ناشناس هستند و این راهی است که فعلا باید باقی بماند. تا زمانی که ارتعاش همسویی و انگیزه شما با آگاهی بُعد پنجم تنین انداز شود، با شما تماس نخواهند گرفت. موج دوم ظهور بزرگتر ما در فرکانس بُعد سوم رخ نخواهد داد. ما ارتعاش خود را به سطح شما پایین نمی آوریم. درک کنید که ممکن است ما فیزیکی باشیم، اما در فرکانسی بسیار بالاتر و سریعتر از فرکانس شما ارتعاش می‌کنیم و بنابراین برای بسیاری از شما هنوز نامرئی هستیم. وظیفه شما این است که ارتعاش و هوشیاری خود را حداقل 2/3 راه برای رسیدن به ارتعاش ما بالا ببرید. این بدان معنی است که شما باید ارتعاش خود را تقریباً تا سطح بُعد پنجم بالا ببرید تا آگاهانه ما را ملاقات کنید. این بدان معناست که تعداد بیشتری از ما به طور اتفاقی در بین شما ظهور پیدا می کنند و در ابتدا آنهایی ما را خواهند دید که ما را به همان اندازه ملموس خواهند دید که شما یکدیگر را می بینید. با این حال اکثریتی وجود خواهند داشت که چنین نکنند.
به تدریج این اتفاق خواهد افتاد که افراد سطح بیشتر و بیشتر ارتعاش خود را افزایش می دهند و به صفوف کسانی خواهند پیوست که می توانند ما را ببینند و با ما تعامل داشته باشند. اگر خواستار رعایت این شروط لازمه باشید، با هم پیوند خواهیم یافت. با قلبی باز منتظر آمادگی شما هستیم. ما شما را برکت می دهیم و هر یک از شما را در روح خود بسیار عزیز می دانیم. من آداما هستم. پیامی از آهناه مار. کمال حالتی از وجود است که برای همیشه ادامه دارد و گسترش می‌یابد. مهم نیست که هر حالتی چقدر عالی باشد، هر سطحی چقدر عالی باشد، همیشه سطح والاتر و بزرگتری وجود دارد برای گسترش یافتن. این همان چیزی است که جادوی روشنگری را ایجاد می‌کند. پایان فصل پنجم از کتاب اول تلوس.